مواد لازم برای تهیه نان تابهی: آرد سفید 3 پیمانه، آب ولرم 4 پیمانه، شکر 1 قاشق غذاخوری، مایه خمیر ترش 1 قاشق غذاخوری، سیاه دانه و کنجد و پودر آویشن به مقدار لازم. ما اینجا یه قاشق غذاخوری مایه خمیر ترش داشتیم که بهتر از مایه خمیر ترش فوری استفاده کنن. فوری اون دونه هاش ریزتره و دیگه نمیخواد بذاریم عمل بیاد بعد کارمون انجام بدیم. یعنی همینجوری که کارمون انجام میدیم خودش دیگه عمل میاد. یه قاشق هم شکر داشتیم، شکر هم میریزیم. بعد یه قاشق مرباخوری هم نمک میریزیم. بعد بیام قاطیشون میکنیم همینجوری با قاشق خیلی کم. اصولا برای خمیرها، مثلا برای نون یا مثلا شیرینان لطیف و اینا که بیشتر آب داشته باشه، میمی حفره ایجاد میکنیم، باید یه به اصطلاح مایه روونی باشه، میدونیم خیلی نباید سفت باشه، خیلی هم شل شل نباید باشه. خب به این صورت نگاه کنیم حالت روونیش به چه صورته، یعنی یه جوری باشه که یکم وقتی اینجوری میانیم بالا سختیش رو حس کنیم، ولی خیلی هم سخت نباشه، روونه روونم نه. وقتی تابه رو گذاشتیم یکم گرم شد، خیلی کم روغن میریزیم. البته ما نیم ساعت باید این محلولمون رو نگه داریم قشنگ ور بیاد. آره، و نشونه ور اومدنش هم الان خودش این خمیر ترشای فوری وقتی می‌ریزیم با آب گرم خودش نگاه کنید سریع یک کمی عمل میاد، ولی وقتی که بذاریم تمام اینا حباب می‌گیره، این حبابا باعث متخلخل شدن نونمون میشه و سبک شدنش. اندازه یه ملاقه می‌گیریم، اینو به این صورت می‌ریزیم تو تابه. خب دیگه زخامت و نازکیه نونمون دیگه بستگی به خودمون داره، میچرخونیمش به این صورت تمام سطح تابه رو بپوشونه. خب بعد میذاریمش. الان همینجوری که مثلا این ورش تازه است و پخته نشده، دانای کنجد، سیادونه یا حتی پودر آویشن یا حتی پودر ادویه‌های مخصوص، پودر کاری، هر چیزی که دوست داشته باشین، یا مغزای مختلف، هر چیزی که بچه‌هامون ببینیم دوست دارم کدومشون بیشتر دوستن. قبل از اینکه به اصطلاح این طرف پخته بشه میام سطحش رو میپاشیم. حالا اینجا من کنجد میپاشم. خب ما میذاریم که قشنگ دو طرف برشته بشه. وقتی که برشته شد به این صورت حالتاش هست، نونهای آماده شده رو بله. ببینیم بعد چه زمانی بدونیم که باید برش گردونیم خودش کامل جدا میشه؟ بله، وقتی که بسا اینو تکون میدیم نگاه کنید الان دیگه مثلا برگشت داره، وقتی که حالت تکون بخوره جدا میشه کاملا از اف، وقتی که کاملا پخته بشه و حالت مثل نون میمونه، نگاه کنید این حالت این رنگ بشه، این رنگ باشه، دیگه موقع برگشته. چون وقتی که قشنگ پخته شد خودش لباهاش بالا میاد تو از ظرف جدا میشه. نون گرد میذاریم. خب به این صورت، حالا یا این رویش باشه یا این، فرق نمیکنه دیگه، این سلیقه. به این صورت یه تا، بعد یه تا از این، به این صورت حالت قیفی میشه. بعد اینجا رو میتونیم با پنیرهای خامه‌ای هستن بذاریم تو قیف، به این صورت فشار بدیم، به این صورت. بعد با خلال به اصطلاح چوبی کوچیک نصبش کنیم روی هم، سوار کنیم و به این صورت پیاده کنیم.